فعالیت‌های کانون‌های شورشی، به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در کوهگیلویه، بزرگداشت 53 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در نقاط مختلف کشور، 16 شهریور سال روز شهادت مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی ایران، اعتصاب در بازار طلافروشان کرمانشاه در اعتراض به بحران ارز، نگرانی عمومی و تشکیل صفهای طولانی برای خرید ارز و اقدامات سرکوبگرانه رژیم در شهرهای مختلف در هراس از فوران اعتراضات. اسوسییتد پرس: صف کشیدن ساکنان تهران در مقابل صرافی‌های بحران زده به دنبال سقوط ارزش ریال، همه خشمگین و عصبی هستند. فرانس 24: بین روزهای شنبه و چهارشنبه ریال 1/4 ارزش خود را از دست داد و سقوط آن احتمالاً ادامه خواهد یافت، چرا که دور دوم تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر برقرار خواهد شد. اعتراضات کامیونداران، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان و سایر اقشار مردم علیه سرکوب و چپاولگری رژیم آخوندی. اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت: دستور خامنه‌ای برای طراحی نظامی و زمینه‌سازی حمله به ادلب، فراخوان به اخراج پاسداران رژیم از سوریه و جلوگیری از یک کشتار بزرگ. عفو بین الملل: فراخوان به جلوگیری از وقوع کشتار در ادلب و هشدار نسبت به برگزاری اجلاسیه سه‌جانبه در تهران. با توجه به نتایج کنفرانس تهران، ممکن است 700,000 پناهجوی سوریه در معرض حمله قرار گیرند. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره حمله احتمالی رژیم اسد به استان ادلب: جهان در حال نظاره است و نمی شود در آنجا کشتاری صورت بگیرد. 3 میلیون انسان بیگناه در آنجا هستند. اظهارات خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان ارتجاع درباره وضعیت بحرانی رژیم تحت عنوان شرایط حساس. ولی فقیه ارتجاع: یک جنگ اقتصادی و جنگ رسانه‌ای علیه نظام به راه افتاده است. اظهارات دونالد ترامپ در دیدار با امیر کویت: رژیم ایران همکنون در آشفتگی تمام عیار به سر می‌برد و فقط نگران بقای خودش است. آساهی شیمبون: بعد از اینکه دولت ژاپن نتوانست معافیتی را در قبال تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران کسب کند، معامله‌گران ژاپنی تصمیم به توقف خرید نفت از ایران گرفتند. 8 اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر توسط دشخیمان خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج. موج اعدام‌ها در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه.
سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین بر مردم ایران مبارک باد. برادر مسعود، قانون شورشی 209 آماده و جنگنده. حاضر، حاضر، حاضر. برادر، اسم ما رو بنویس. تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران گرامی باد. سرنگونی رژیم آخوندی با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش. مشهد شهریور 1397، حرم امام رضا. پرونده اتهامی غیر ارتشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله. یکی از موارد اتهام من ورود در دسته
به زعم شما اشرار مسلحه و من مجبور هستم که این دسته رو معرفی بکنم که بعد معلوم بشه آیا ما شرور هستیم یا نه. برای جواب دادن به این اتهام مجبور هستم که در این مورد توضیحاتی بدم. همونطور که اشاره کردم این افراد در محیط درس و در محیط کار همیشه پیشتاز بودن، کسانی بودن که در مقابل دردها و نابسامانی های جامعه احساس مسئولیت کردند، کسانی بودن که به خودشون اجازه ندادن چشماشون رو ببندن و به یک زندگی بی دردسر از نظر خودشون ادامه بدن. ما رو متهم کردن که توتیوار به جهت اخفال افکار عمومی دم از مساوات و برادری و برابری میزنیم و مذهب هم برای ما مستمسکی بیش نیست. ما مسئله مساوات و برادری رو از خودمون شروع کردیم. کسانی از ما بودند که با دریافت 20,000 تومان حقوق ماهیانه وسایل خونشون از 200 تومان تجاوز نمی کرد. کسانی بودند که با دیدن ناراحتی های مردم غذا از گیرشون پایین نمی رفت. خواب راحت نداشتند. من به صراحت اعلام می کنم که ما نه پول می خواهیم، نه مقام، نه شغل. ما فقط سعادت ملت رو می خواهیم. از همه هزار در این دادگاه سوال می کنم که آیا هنگام که از این خبر مطلع می شوند که در زمستان در سرمای 10 درجه و 15 درجه زیر صفر یک نفر در میدان گمرک، در میدان مولوی از شدت سرما یخ می زنه، آیا این برای شما دردآور نیست؟ هنگامی که اخباری که از سیستان و بلوچستان برای ما میرسه و به سمع ما میرسه، آیا بدن هر ایرانی رو که به ملتش و وطنش عشق میورزه نمیلرزونه؟ جلسه دادگاه رسمی است. خطاب به منشی دادگاه، کیفرخواست صادره قرائت شد. کیفرخواست: مشخصات متهم قید ارتشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله متولد 1331 بازداشت از تاریخ 18-2-51 متهم نامبرده بالا متواری و تحت تعقیب مأمورین انتظامی بوده در تاریخ 16-2-51 موقعی که در خیابان خورشید از خانه شماره 355 در حالی که حامل یک ساک دستی بوده خارج می‌گردیده، توسط مأمورین محاصره که بلافاصله دست به اسلحه برده و با شلیک اولین بوده. ما کسانی نبودیم که درد و ناراحتی مردم رو ببینیم و ساکت بشینیم. همچنان که مولای ما علی در خطبه شقشقیه هنگامی که خلافت رو به دست میگیرن میفرماید: و ما اخذ الله علم علماء الله یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم الاخر. این که خداوند از کسانی که به ماهیت این روابط، به ماهیت این مسئله آگاهی دارن، خداوند پیمان و عهد گرفته که ساکت ننشینند بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه ظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. خداوند خطاب به کسانی که میفهمند، خطاب به کسانی که علم دارند میفرماید: چرا، به چه دلیل شما در راه کسانی که از زنان و کودکان و مردان، از ضعیفان، از مردان و زنان و کودکان که میگویند خدایا در این مرز و بوم ما مورد ظلم و ستم قرار گرفته ایم، ما را از اینجا خارج کن، از جانب خودت ولی و نصیری برای ما بفرست. این سوال با تعجب هرچه تمامتر
از کسانی که آگاهی دارند میشه از جانب خداوند که چرا بدین ندای اینها پاسخ نمیگیم. اگر ما اقدام کردیم هیچ هدفی به جز پاسخ گفتن بدین سوال نداشتیم. رأی صدرت دادگاه قرار شد. به نام نامی اعلیحضرت عمومی شاهنشاه آریا مهر، رأی شماره 106 مورخه 12/6/51 دادگاه تجدید نظر شماره 1 تهران که نتیجتاً با رعایت ماده 2 الاغی با این دادرسی کیفری کیفر اشد اعدام قابل اجراست. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بی‌نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند، و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند، بتی که دیگرانش می پرستیدند. اعدام مهدی با این تاکتیکی که در پیش گرفته بود، یعنی علنی شدن دادگاه، بعد عکسایی که منتشر شد که خب خیلی به اصطلاح سمپاتی برانگیز بود، تأثیرات خیلی گسترده‌ای توی جامعه گذاشت. به خصوص بعد از اعدامش بسیاری از دانشجوهایی که می‌گرفتن، جرمشون فقط این بود که مثلا دفاعیات مهدی رو خوندن. We'll be right back.
بازار طلافروشان پاساژ حافظ در کرمانشاه در اعتراض به بحران ارز و سقوط شتابان ارزش ریال و بی‌ثباتی و رکورد شدید بازار دست به اعتصاب زدند. به دنبال بحران ارزی و سقوط ارزش ریال، رژیم آخوندی در وحشت از شکل‌گیری اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی و گارد ضد شورش و همچنین مزدوران جنایتکار لباس شخصی خود را برای مقابله با اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف از جمله در تهران، در خیابان‌های فردوسی، چهارراه استانبول و مخبرالدوله و همچنین در کرج بسیج کرده است. در یزد نیز رژیم مزدوران بسیجی خود را برای ایجاد فضای رعب و وحشت به خیابان‌ها آورد. در شاپور جدید در اصفهان نیز مزدوران رژیم برای مقابله با قیام‌های مردمی علیه رژیم غارتگر آخوندی در خیابان‌ها مستقر شدند. یا پایان است. ببینید چیه، میبینین همه ماشیناشون همچنان در اعتصاب سر میبره و خوابید. روز پنجشنبه 15 شهریور کامیونداران اعتصابی در شاپور اصفهان به اعتصاب خود ادامه داده و کامیونهایشان را در پایانی شاپور متوقف کردند. مزدوران شهرداری در مهاباد به یک دستفروش فقیر یورش بردند، اما با خشم مردمی که به دفاع از این دستفروش محروم برخواسته بودند مواجه شدند. مردم و جوانان با مزدوران سرکوبگر و غارتگر وابسته به شهرداری رژیم درگیر شدند. کارگران زحمتکش شهرداری منطقه 4 اهواز برای سومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 3 ماه خود اعتصاب کردند. کارگران فاز 20 و 21 اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوقشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. رانندگان ماشین‌های حمل مرغ در آمل، ساری و قائمشهر در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران کارخانه متالورژی پودر ایران واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد 3 ماه آخر سال 96 و تیر و مرداد ماه سال جاری و همچنین عیدی و پاداش پایان سال 96 در مقابل استانداری رژیم در قزوین تجمع کردند. اهالی روستای دینکوه واقع در استان قزوین در یک اقدام اعتراضی به منظور جلوگیری از ادامه حفاری‌ها و کوهبری‌های متعدد توسط عوامل رژیم در مسیر قزوین علمود تنکابون تجمع کردند و مانع کار آنها شدند. جمعی از فرهنگیان سقز در اعتراض به عملکرد شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در مقابل اداره تعاون رژیم در این شهر تجمع کردند. دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در اعتراض به تبدیل خوابگاهشان به مکان اداری دست به تجمع اعتراضی زدند. با سلام، گزارش ها و خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای راجع به دستور خامنه‌ای برای طراحی نظامی و زمینه‌سازی سیاسی برای حمله به ادلب اعلام کرد مقاومت ایران از شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو می خواهد از جنگ افروزی رژیم آخوندی در ادلب که به یک فاجعه انسانی منجر خواهد شد جلوگیری کنند و اقدام‌های فوری برای اخراج پاسداران از سوریه اتخاذ نمایند. این لازمه پایان دادن به جنگ و کشتار در این کشور است. در این اطلاعیه آمده است
خامنه ای ولی فقیه ورشکسته رژیم در محاصره بحران‌های داخلی و بین المللی در صدد حمله به ادلب و ادامه جنگ و خونریزی به هر قیمت در سوریه است. به همین خاطر وزیر دفاع و وزیر خارجه‌اش را در روزهای اخیر به این کشور فرستاد. به دنبال آن وزیر خارجه رژیم در روز 12 شهریور در دیدار از سوریه با اشاره به کشتار قریب الوقوع در ادلب گفت باقی مانده تروریست ها در مناطق باقی مانده در ادلب باید پاک شوند و منطقه در اختیار مردم سوریه قرار گیرد. این اطلاعیه می‌افزاید همزمان بخش زیادی از پاسداران و مزدورانشان به سمت ادلب رفتند. پاسدار سرتیب جواد غفاری فرمانده نیروی سپاه در سوریه نیز در شمال سوریه مستقر شده و بخشی از فرماندهی سپاه و 4000 نیروی وابسته به آن شامل مزدوران شبه نظامی حکومت آخوندی در منطقه صنعتی شیخ نجار در شمال غرب حلب مستقر شدند. پادگان بوهوس در جنوب شهر السفیره در جنوب شرقی حلب موسوم به پادگان رقیه و پادگان تیپ 47 بشار اسد در شمال شهر حما و شهرک الایس در جنوب غربی حلب از دیگر مراکز تمرکز پاسداران برای حمله به ادلب است. علاوه بر این پاسداران در پادگان جورین و جبل ترکمان در استان لازقیه در نزدیکی ادلب حضور دارند. در ادامه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا آمده است در سایر مناطق سوریه نیز پاسداران برای کمک رسانی به اشغال ادلب آمادگی دارند. ساختمان شیشه‌ای در کنار فرودگاه بین‌المللی دمشق، مرکز فرماندهی کل و مرکز لوجستیک سپاه در سوریه است. پادگان شیبانی در شرق دمشق از مراکز تجمع پاسداران و مزدوران شبه نظامی رژیم است و در اطراف شهر آلبوکما در مرز عراق نیز چند هزار تن از پاسداران و مزدوران شبه نظامی رژیم از عراق و همچنین نیروهای حزب الله لبنان حضور دارند. این اطلاعیه خاطر نشان می‌کند جنگ افروزی آخوندها در سوریه و به باد دادن سرمایه‌های مردم در شرایطی است که تورم، بیکاری، گرانی و سقوط آزاد ارز کشور کمر مردم را شکسته است. مردم ایران در قیام سراسری بارها مخالفت و نفرت خود را از جنگ افروزی این رژیم با شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن اعلام کردند. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات هوایی به ادلب و تلاش‌های صورت گرفته برای توجیه آن خواهان اقدام فوری شورای امنیت برای جلوگیری از حمله به ادلب شد. در این بیانیه آمده است ائتلاف ملی سوریه همه تلاش‌های صورت گرفته برای توجیه این حملات را با تأکید رد می‌کند. گروه‌های ارتش آزاد سوریه اولین کسانی بودند که با سازمان‌های تروریستی در سراسر سوریه مقابله کردند و با آنها جنگیدند. در همین حال، رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در روز چهارشنبه بار دیگر نسبت به حمله احتمالی رژیم اسد به استان ادلب هشدار داد و گفت: جهان در حال نظاره است و نمی‌شود در آنجا کشتاری صورت بگیرد. اگر کشتاری صورت بگیرد، جهان و آمریکا بسیار بسیار خشمگین خواهند شد. من وضعیت ادلب را بسیار از نزدیک تحت نظارت دارم. 3 میلیون انسان بیگناه در آنجا هستند. باید بسیار بسیار مراقب بود. میکیلی سفیر آمریکا در ملل متحد که ریاست اجلاس شورای امنیت در روز جمعه درباره سوریه را بر عهده دارد، نسبت به حمله رژیم اسد به ادلب هشدار داد و گفت دولت ترامپ و جامعه جهانی روشن ساختند که جنگ سوریه هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. رژیم بیرحم اسد با پشتیبانی رژیم ایران و روسیه نمیتواند به حمله علیه شهروندان سوری ادامه دهد. هیلی با اشاره به سکونت میلیون‌ها نفر از مردم سوریه در ادلب افزود رژیم سوریه و متحدانش باید کمپین نظامی خود را در هر نوع آن متوقف کنند و اجازه دهند که روند سیاسی تحت هدایت ملل متحد شانسی برای موفقیت داشته باشد. به گزارش رویترز،
ژنرال فرانسوا لوکوانتر رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه اعلام کرد ارتش فرانسه آماده است تا در صورت استفاده مجدد رژیم سوریه از سلاح شیمیایی در ادلب دست به حملات جدیدی در سوریه بزند. وی گفت ما آماده انجام حملات هستیم چون رئیس جمهور درخواست و فرمان خود را برای آمادگی به منظور حمله در صورت استفاده مجدد از سلاح شیمیایی حفظ کرده است. همزمان با هشدارهای بین‌المللی نسبت به حمله رژیم اسد به ادلب، رسانه‌های خبری از آغاز مهاجرت صدها تن از مردم این منطقه خبر می‌دهند. خبرگزاری فرانسه نوشت روز پنجشنبه صدها تن از شهروندان سوری از ادلب گریختند. نیروهای حکومت و متحدان آنها در اطراف ادلب جمع شدند. گروه‌های کمک رسانی نگرانند که این می‌تواند آخرین و مرگبارترین حمله عمده در جنگ 7 ساله سوریه باشد. بنا به این گزارش ملل متحد اعلام کرده است که حمله تمام عیار به ادلب می تواند منجر به جابجایی بیش از 800 هزار تن از مردم این منطقه شود. عفو بین الملل با صدور فراخوانی خواستار جلوگیری از وقوع کشتار در ادلب شد. عفو بین الملل نسبت به برگزاری اجلاس تهران با شرکت ترکیه و روسیه درباره حمله به ادلب هشدار داد و افزود 700 هزار پناهجوی سوریه که شرایط معیشتی سختی دارند در اردوگاه‌های ادلب به سر می‌برند و با توجه به نتایج کنفرانس تهران ممکن است این افراد در معرض حمله قرار گیرند. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان آخوندی درباره بحران ارزی و سقوط قیمت ریال و اعتراضات مردم به ستون آمده از گرانی گفت در مسائل مربوط به سکه و ارز و کاهش ارزش پول جنگ رسانه‌ای و فضاسازی‌های تبلیغاتی بدخواهان تأثیرگذار بوده است. اهداف این جنگ رسانه‌ای ایجاد اضطراب، یأس و ناامیدی و احساس بن‌بست و بدبین کردن مردم نسبت به دستگاه‌های مسئول است. ولی فقیه ارتجا همچنین با وحشت از بالا گرفتن خیزش‌های اعتراضی افزود شرایط امروز ما شرایط حساسی است و در چنین شرایطی در جنگل پر از تعارض سیاست بین‌المللی شرایط و اقتضاعات گوناگونی به وجود می‌آید که باید در هر شرایطی به تناسب آنها و با دقت کامل عمل کرد. خامنه‌ای درباره بحران درون حاکمیت گفت ویروس بدبینی نسبت به دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای انقلابی بد است. بیان انتقادها به نحوی نباشد که باعث ناامیدی شود. راه علاج مشکلات خالی کردن پشت دولت و ابراز براءت از فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول نیست. نباید اعتماد مردم از دستگاه‌های دولتی، قضایی و نیروهای مسلح سلب شود. ولی فقیه ارتجا با اشاره به درگیر بودن تمام عیار خودش در چنبره کشاکش‌های درونی حاکمیت اضافه کرد جلسات خصوصی با مسئولان دولتی، قضایی و نظامی 10 برابر جلسات عمومی و رسانه‌ای است و در این جلسات مسائل مختلف بحث می‌شود که عموم از آن جلسات مطلع نیستند. اجلاس دو روزه خبرگان ارتجا در پایان جلسه خود با صدور قطعنامه‌ای در حمایت از ولی فقیه ارتجا اعلام کرد خبرگان بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه ولایت فقیه اصرار دارد. آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجا از سمتگیری اعتراضات عمومی علیه خامنه‌ای به عنوان عامل اصلی بحران‌های اقتصادی و فساد فراگیر نظام به رغم تمامی تلاش‌های رژیم ابراز وحشت کرد و گفت مسئله‌ای که الان گرفتارش هستیم این است که نابسامانی‌های مملکت را به پای خامنه‌ای می‌گذارند. انگار مجلس و دولت بیکاره هستند. باید مراقب باشیم که این نقشه شوم دشمن است. تلاش برای ثبت هزینه ناکارآمدی دستگاه به پای رهبر. ما یه مسئله‌ای که الان مبتلاش هستیم که این سیاست گذاریش در آمریکا میشه و بعدم تبعیتش در ایران میشه و بلندگوی آمریکایی‌ها اینجا پیگیری میکنن همینه که
نابسامانی که در مملکت هست، مثلا در این وضعیت یار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا، همه را به پای رهبر بگذارن و بگن که بله، خب تصویر ایشونه، که انهو فعال مایشا ایشونه در همه کارهای اجرایی، در همه کارهای قضایی، در هر به. در همین حال به دنبال موضع‌گیری واعظی، رئیس دفتر روحانی در اعتراض به اظهارات آخوند جنتی درباره ملاقات احتمالی روحانی و ترامپ، دفتر آخوند جنتی واکنش نشان داد و اعلام کرد از واعظی انتظار می‌رود ضمن عذرخواهی و تصحیح مصاحبه خود ادب و متانت را در موضع‌گیری‌های سیاسی رعایت کند. واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی اظهارات جنتی را بی‌پایه و اساس دانسته و گفته بود جای تعجب داشت که رئیس خبرگان این اظهارات را مطرح کرد. این سخنان پایه و اساسی هم ندارد. یک کارشناس اقتصادی رژیم با اشاره به افزایش قیمت ارز و مخاصمات درونی رژیم گفت امروز در حال تدارک یک جام زهر دیگر برای خامنه ای هستند تا مقاومت‌ها را در برابر مذاکره بشکنند. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت وضعیت کنونی ارز ناشی از پیشخور تحریم‌های آبان ماه است. آسوشیتد پرس گزارش داد در حالی که ساکنان تهران خارج صرافی‌های بحران زده صف کشیده‌اند، ریال ایران روز چهارشنبه به سطح جدیدی سقوط کرد. ارزش ریال تنها در 4 ماه گذشته 140% سقوط کرده است. یک شهروند تهرانی به آسوشیتد پرس گفت همه خشمگین و عصبی هستند. فرانس 24 نیز گزارش داد از زمان خروج ایالات متحده از توافق اتمی در 4 ماه پیش ارزش ریال در برابر دلار 140% کاهش یافته است. بین روزهای شنبه و چهارشنبه ریال 1/4 ارزش خود را از دست داد. فرانس 24 اضافه کرد بسیاری از ایرانی ها در صف‌های طولانی در برابر صرافی ها منتظر می شوند و تلاش دارند ریال های خود را به دلار تبدیل کنند. ارزی که طی سال جاری میلادی در برابر دلار 2/3 ارزش خود را از دست داده است. کاهش 140% ارزش ریال طی 4 ماه گذشته احتمالاً ادامه خواهد یافت، چرا که دور دوم تحریم های آمریکا در ماه نوامبر برقرار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه حکومت آخوندی در آشفتگی تمام عیار به سر می‌برد گفت رژیم ایران اکنون فقط به دنبال بقای خودش است. دونالد ترامپ در دیدار خود با رهبران جمهوری‌های کنگره گفت یک روز قبل از روی کار آمدن من همه می‌گفتند که رژیم ایران خاورمیانه را تسخیر خواهد کرد. بس فقط بر سر زمان آن بود. اکنون این رژیم فقط به دنبال بقاست. رئیس جمهور آمریکا همچنین در دیدار با امیر کویت تاکید کرد رژیم ایران هم اکنون در آشفتگی تمام عیار است. وقتی من به سر کار آمدم بحث بر سر زمانبندی تسخیر همه خاورمیانه توسط آنها بود. اکنون اما آنها فقط نگران بقای خودشان هستند. سفارت آمریکا در برلین درباره خروج شرکت دایملر سازنده خودروهای مرسدس بنز از ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا تاکید کرد دایملر با انتخاب خروج از ایران تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. رژیم ایران از سودهای اقتصادی برای تأمین مالی تروریسم، تهدید همسایگان و به ضرر مردم این کشور استفاده می‌کند. ریچارد گرنل سفیر آمریکا نیز روز پنجشنبه در پیامی گفت دایملر از ایران خارج خواهد شد. روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون گزارش داد بعد از اینکه دولت نتوانست معافیتی را در قبال تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران کسب کند، معامله‌گران ژاپنی تصمیم به توقف خرید نفت از ایران گرفتند. شرکت‌ها گفتند با توجه به زمانبندی لازم برای تکمیل معاملات با رژیم ایران، باید طی ماه جاری تصمیم‌گیری می‌کردند. تحریم‌های ایالات متحده قرار است در آبان ماه از سر گرفته شود. این منبع افزود شرکت‌های مذکور مشخص کردند که سفارشاتی که در ماه آینده به رژیم ایران صورت می‌گیرد برای اجتناب از تحریم‌ها بیش از حد دیر خواهد بود. AXTG
هولدینگ IXTG هولدینگ بزرگترین وارد کننده نفت ژاپن و دیگر توزیع کنندگان نفت گفتند اکنون در جستجوی واردات نفت از عربستان و کشورهای دیگر هستند. در یک اعدام جمعی دشقیمان خامنه ای 8 زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند. این اعدام های جنایتکارانه در سحرگاه روز چهارشنبه صورت گرفت. رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که در روزهای 18 تا 20 سپتامبر 27 تا 29 شهریور برای دیدار با رهبر کره شمالی به پیونگیانگ سفر خواهد کرد. کیم جونگ اون در ملاقات با هیئت کره جنوبی با اشاره به تلاش‌های رئیس جمهور کره جنوبی گفت او اجلاس سران آمریکا و کره شمالی را که اولین نشست از نوع خود بود محقق کرد. دونالد ترامپ پس از اعلام این خبر در پیامی از رهبر کره شمالی به خاطر ابراز اعتماد به خود قدردانی کرد. شمار تلفات انفجارهای بمب در غرب کابل افزایش یافته و به 26 کشته و حدود 100 مجروح رسید. به گفته مقامات افغانستان، پس از انفجار اول در یک سالن ورزش و هنگامی که نیروهای امنیتی و خبرنگاران در محل حادثه تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد. در این انفجار دست کم دو خبرنگار نیز کشته شد. گزارش رسانه‌های افغانستان حاکی است که داعش مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده گرفته است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت را با پخش عناوین خبرها به پایان می‌بریم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.